سلام، با نام یاد خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما دانش آموزان عزیز و پدر مادرهای گرامی. من بابک فخر هستم، مسئول نمایندگی کانون فرهنگی آموزش قلمچی در شهر کرج و این جلسه رو در خدمت شما هستم. قبل از اینکه جلسه رو شروع کنم از شما دعوت میکنم اگر دانش آموزان به تنهایی دارید این جلسه رو میبینید، حتما برید و پدرها و مادرهای عزیزتون رو صدا بکنید و این جلسه رو با هم ببینید، و بالعکس اگر پدر مادرها تنها هستید حتما دعوت بکنید از دانش آموزان عزیزتون که این جلسه رو با هم ببینید. مطمئنم صحبتهایی که در این جلسه مطرح خواهد شد و عرایض من میتونه به شما کمک بکنه برای اینکه در روند درس خوندن خودتون پیشرفت بیشتری داشته باشید. هر سال ما این موقع، زمانی که دوران کرونا نبود و همه چیز به صورت حضوری برگزار میشد، ما جلسات 5 نفره‌ای آذر رو برگزار میکردیم. دانش آموزان قدیم ما خاطرشون هست، پارسال این موقع ها ما همه عزیزان رو، دانش آموزان رو دعوت میکردیم، میومدن به صورت حضوری 5 نفر 5 نفر 6 نفر 6 نفر میومدن و پشتیبان ها میومدن و ارائه میکردن و صحبت های من رو، هر کس به بیان خودش با گفته های خودش این صحبت ها رو مطرح میکرد و دانش آموزان هم همینطور صحبت ها و در واقع موضوعات خودشون رو با پشتیبان‌هاشون مطرح می‌کردن. اما امسال با توجه به شرایط خاصی که درش هستیم و همه خدمات آموزشی و نه فقط خدمات آموزشی، خیلی از اتفاقات دیگه در کل دنیا نه فقط ایران به صورت غیر حضوری شده و به صورت غیر حضوری در اومده، چاره نداشتیم جز این که این کار رو هم به این ترتیب انجام بدیم. بهترین کاری که از دستمون برمیاد این هست که این جلسه رو به این شکل غیر حضوری در خدمتتون باشیم، و این جلسه هم مزایای خودش رو داره. به این شکل شما بدون اینکه دیگه زحمت ایام ذهاب داشته باشید، بدون اینکه نگران این باشیم که حالا سالن کی جلو میشینه، کی عقب میشینه، سوال ها به چه ترتیب میشه، این فضای در واقع غیر حضوری هم لطف خودش رو داره. اگرچه که من به شخص هنوزم فکر میکنم که اون جلسات و اون فضای حضوری و آزمون حضوری و کلاس حضوری دلچسب‌تر بود، ولی خب چاره‌ای نیست، مجبوریم با شرایط خودمون رو تطبیق بدیم و اون کاری که از دستمون برمیاد رو انجام بدیم. موضوع اصلی این جلسه 7 گام چرخه کامل آموزشه. چرا این موضوع رو من انتخاب کردم؟ برای اینکه دلم میخواد شما پس از پایان این جلسه یاد بگیرید که چجوری از 100% خدمات کانون بهره ببرید. یعنی چی؟ همه شما کانون ثبت نام کردید و همه شما در لحظه ثبت نام یک شرحی از خدمات رو گرفتید که آقا این کارها باید انجام بشه. اما راستشو بخوای آموزش یک طرفش خود شمایی. اگر شما نخواین، اگر شما همراهی نکنید با ما که دارم میگم شامل بنده به عنوان مسئول نمایندگی، شامل مدیران و مهمتر از همه پشتیبانان عزیزه که به طور مستقیم دارن این خدمات رو به شما ارائه میکنن، شما نمیتونید بهره کافی از خدمات ببرید. همکارم اگر اسلاید رو عوض بکنن، هر سال بیش از 500,000 دانش آموز جدی در کانون ثبت نام میکنن. روی این کلمه جدی من تاکید دارم، دلیلش هم اینه که ما در کشور بیش از 13 میلیون دانش آموز داریم، ولی فقط 500,000 تاشون در کانون ثبت نام میکنن. اما این کدوم 500,000 تا؟ اون 500,000 تای جدی و درس خونن. برای همین هم هست که وقتی رتبه های کنکور به عنوان مثال منتشر میشه، شما میبینید از 10 نفر اول تجربی کشور عین 10 تاشون کانونی هستن. این اتفاق یک سال هم نیفته، الان 10 سال پیاپی دارن اتفاق میفته. چرا؟ ما که بیشتر از 5-6% بچهای کشور رو نداریم. پس چی میشه که همه رتبه های برتر مال کانونن؟ چی میشه همه قبولی های تیسوشان مال کانونه؟ دلیلش اینه که دانش آموزای جدی و درس خون کانون انتخاب میکنن. اما تو این 500,000 تا دانش آموز جدی و درس خون، باز یه عده هستن که استفاده بهتری از خدمات کانون میبرن. سادهش بگم، این پولی که به کانون دادن رو حلالش میکنن. شهریه و خدمات کانون برای همه دانش آموزان یکسانه. من نمیام بگم چون شما آزمون ها رو داری غیبت میکنی پس بیا شهریه کمتر بده، چون شما دفتر برنامه ریزی تو پشتیبانت نمیبینه پس بیا شهریه کمتر بده. نه، برای همه شهریه خدمات یکسانه، اما یه سری دانش آموزا بهتر استفاده میکنن، یه سری دانش آموزا بدتر استفاده میکنن، یه سری دانش آموزا بیشتر استفاده میکنن، یه سری دانش آموزا کمتر استفاده میکنن. هدف اصلی من تو این جلسه اینه که شما رو آشنا کنم با اینکه از کانون چه استفاده هایی میتونید ببرید بیشتر و بیشتر. حالا چه فایده ای داره؟ شما میگی آقا ما که شهریه رو دادیم، خدمات هم که اصلا هرچی چه دوست داشتیم استفاده میکنیم. بله، میشه باری به هر جهت هم رفت جلو، میشه از خدمات بعضیاش استفاده کرد بعضیاشو نکرد، ولی پیشرفت شما و رسیدن شما به اهدافتون،
اگر کانون رو انتخاب کردید و فکر میکنید که کانون میتونه به شما کمک کنه، شاید شما جزء کسایی بودید که الان بیرون کانون ثبت نام نکردم، من خودم درس بخونم، نیازی هم ندارم، نه برنامه‌ریزی میخوام، نه پشتیبان میخوام، نه آزمون میخوام، من خودم بالاخره یه جوری میرم جلو. خب اونا که اصلا کانون ثبت نام نمیکنه. اما اونی که اومده کانون ثبت نام کرده، یه فکری تو ذهنشه. فکر چیه؟ فکر اینه که کانون به درد من میخوره، فکر اینه که کانون میتونه به من کمک بکنه. خب حالا که اومدین، حالا که این فکر پس ذهن شما بوده، خب چرا کاری نکنیم که شما حد اکثر استفاده رو ببرید؟ و باور کنید اگر شما حد اکثر استفاده رو ببرید، ما هم خوشحال تریم، با اینکه ما دیگه کارمون رو انجام دادیم، شهریه‌مون رو گرفتیم، خدماتمون داریم. ولی اگر شما استفاده بکنید، به نفع ما هست. میدونید چرا؟ چون شما پیشرفت میکنید و راضی تر میشید و رضایت شما برای ما مهمه. اون کسی استفاده بیشتر رو میبره که عیار کانونیش بالاتر باشه، اون کسی پیشرفت میکنه که استفاده بیشتری بکنه. یه مثال بزنم بریم تو بحث. قبلا که سینماها باز بود و ما سینما میرفتیم، این عکسو در واقع من این مثال رو قبلا خیلی استفاده میکردم، همینجوری تو اینترنت داشتم میگشتم این عکسام پیدا کردم، دیدم چقدر عکس در واقع گویاست. همه اونایی که میرن سینما یه بلیت میخرن، قیمت بلیتم برای همه یکسان، همون شهریه که گفتم. بعد که میرن وارد سالن سینما میشن، همه متفاوتن توجهی که دارن به فیلم میکنن. بعضیا دارن اینجوری با هم دیگه صحبت میکنن، بعضیا دارن اینور اونور نگاه میکنن، اینجوری خانم هست داره با گوشیش بازی میکنه، یه دم هستن فیلمو خیلی دقیق نگاه میکنن. اکران برای همه یکسانه، کارگردان نمیاد بگه که من برای شما فیلم بهتری ساختم یا بدتر. اکران برای همه یکسانه، قیمت بلیت برای همه یکسانه، ولی بهره ای که مردم میبرن متفاوته. یکی خیلی فیلمو با دقت نگاه میکنه، قبلش دوتا نقد خونده، بعدش دوتا نقد میره میخونه و لذت بیشتری میبره و پیام فیلم بهش میرسه. این خیلی نکته مهمه. بعضی هم نه، آخرش ازش میپرسی کلا چون میگه نفهمیدم، میگه که اومد یکی رفت، اون استفاده که بعد از فیلم ببره رو نبرده. مقصر کیه؟ مقصر نه کارگردان، نه بازیگر، نه سالن سینماست، نه هیچ کس دیگه. مقصر خود اون فرده. کلمه مقصر رو استفاده میکنم، نمیخوام بار معنای منفی داشته باشه، مسئولیتش با خود اون فرده. اگه بخواد میتونه، اون بیننده، اون دانش آموز اگر بخواد خودش تصمیم بگیره، میتونه بهترین استفاده رو بره. اسلاید رو بریم جلو. اگه قرار باشه شما یک دانش آموز کانونی با عیار بالا باشید، باید این چرخه رو رعایت کنید. اولا چرا اسمش رو چرخه گذاشتم؟ به خاطر اینکه این دو هفته بار تکرار میشه. یعنی تو کانون ما یه سیکل دو هفته ای داریم، آزمون به آزمون دو هفته بار این کارا تکرار میشه. برای من یه چرخه است. شما از این نقطه شروع میکنید، میچرخید، میایید از اینجا دوباره به اون نقطه برمیگردید در دو هفته آینده، و هر دو هفته بار این سیکل تکرار میشه. این سیکل چیاست؟ من تیتروار میگم، بعد توضیح خواهم داد، میگم رو کدوم ها بیشتر توضیح خواهم داد. موضوع اول برنامه راهبردیه که وقتی شما در کانون ثبت نام میکنی، یه برنامه راهبردی به شما میدن، میگن آقا شما باید طبق این برنامه درس بخونی، مشخصه تو هر آزمون از کدوم صفحات کدوم کتاب برای شما سوال مطرح میشه، چند تا سواله، چه جوریه، به خاطر اینکه نظم بده به شیوه مطالعه شما، نظم بده به گام های درس خوندن شما که شما بیش از اندازه کند یا بیش از اندازه تند نباشید. این برنامه راهبردیه، همتون دارید، میدونید. من اینجا توضیحات خلاصه. شما شروع میکنین درس خوندن، میرین وارد دفتر برنامه‌ریزی میشید که شما باید روزانه ساعت‌های مطالعه‌تون رو بنویسید. رو این خیلی بحث دارم. ممکنه شما بگید آقا من دفتر برنامه‌ریزی دارم، دانش آموز دو سه ساله کانونم، من دفتر برنامه‌ریزی رو بلدم، ولی من بهتون قول میدم تو این جلسه من چیزهایی راجع به دفتر برنامه‌ریزی به شما خواهم گفت که شما نمیدونید. خب چه فایده داره؟ اینا اوناییه که عیار کانونی شما رو میبره بالا، اینا اوناییه که تضمین کننده پیشرفت شماست. یعنی شما این دفتر برنامه‌ریزی یا دون سینمای بیافتید، میتونید بخرید بذارید تو کمد، اصلا پر نکنید، شما بهره نبردید، یه 20 تومان پول یه دونه کتابچه دادید. ولی اگر همین رو بگیری و روش کار بکنی، عملا شما میتونید نتیجه بگیری که خودت شگفت زده کنی. دفتر برنامه‌ریزی بیشتر توضیح خواهم داد. آزمون هدف گذاری ابتکار امسال کانونه. امسال ما اومدیم گفتیم دو هفته یه بار که آزمون اصلیه، وسطش پنجشنبه بینم یه آزمون میگیریم هدف گذاری. کار جالبیه، چون آزمون غیر حضوری شد، گفتم این کرونا علارغم همه معایبی که داشت، یه مزایایی هم داشت، یکیش همین آزمون هدف گذاری، چون آزمون غیر حضوری شد ما تونستیم تعداد آزمونا رو بیشتر کنیم. گفتیم دانش آموزا تو خونن، عیاب و ذهاب ندارن، رفت و آمد ندارن، هزینه اش هم برای ما کمتر، اومدیم تعداد آزمونا رو اضافه کردیم. رایگان هم هست، ریالی بابت این آزمون ها شما پرداخت نکردید اضافه، ما خودمون اضافه کردیم. دلیلش این بود که میتونستیم این کار بکنیم، اعتقاد داشتیم. توضیحشو بهتون میدم.
آزمون معادل و مشابه پارساله برای دانش آموزا، به ویژه دانش آموزایی که میخوان از 5500 برن بالاتر، یعنی تراز 5500، بعضیا میان عین سقف شیشه میمونه، زیرش گیر میکنن، میان میگن آقای فخر من هر چی درس میخونم میام بالا، ها به این 5600 که میخورم دیگه نمیام بالاتر، این سقف 5600 بالا سر من مونده، 5500 بالا سر من مونده. این سقف یکی از راه های شکستنش آزمون مشابه و آزمون معادله که راجبش توضیح میدم. آزمون اصلی دیروز همتون شرکت کردید و میدونید چیه، خیلی سریع ازش میگذرم. کتاب خودآموزی. کتاب خودآموزی رو هم مثل دفتر برنامه‌ریزی میخوام بهتون کامل توضیح بدم. بعد برای شما سوال می، کتاب خودآموزی والا ما گرفتیم، یه کتاب زرد بود، کلا توش هیچی نبود، 4 صفحه های قلمچی مقدمه نوشته بود براشم که سفید بود، ما اصلا همینجوری دفتر استفاده کنیم. بله، اما اینجا من به شما چی یاد میدم؟ اینجا به شما یاد میدم این کتاب خودآموزی رو چه جوری بنویسی که شما میشی نویسنده، و چجوری بعداً از این دست نوشته خودت نهایت استفاده رو ببری، کی استفاده ببری، چجوری استفاده ببری، به این برمیگره که امروز چجوری بنویسی. آموزش میخواد. وظیفه من امشب اینه که به شما آموزش بدم کتاب خودآموزیتون رو چجوری بنویسید، شما به عنوان یک نویسنده کتاب خودآموزیتون رو چجوری بنویسید که بعداً استفاده کنندش کیه؟ خودتونین. کتاب خودآموزی شما رو هیچ کس نگاه نمیکنه به جز خودتون، هیچ کس استفاده نمیکنه به جز خودتون. این یه کتابه به تیراژ یه نسخه، فقط و فقط خودتون دارید استفاده میکنید. چه جوری بنویسید که بتونید بهترین استفاده. و بعد اینکه آزمون شرکت کردی، کتاب خودآموزیتون رو تو تحلیل آزمون نوشتید، یه جعبه ابزار کارنامه میگی، راجبش نمیتونم توضیح بدم، برای اینکه 6 نوع کارنامه است، بسیار 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 مفصله، نیاز به توضیح داره. این دیگه وظیفه پشتیبانای عزیز من، فقط گذرا یه بار لیست کارنامه ها رو بهتون میدم، یک دوتا کارنامه معرفی میکنم که برای پدر مادرها خیلی جالبه، پدر مادرها میتونن برن ببینن روند پیشرفت درسی رو بچه‌هاشون رو بدون اینکه گیج کننده باشه تو یک صفحه خیلی قشنگ میتونن ببینن. یه توضیحاتی راجع بهش میدم ولی خیلی خلاصه است. اسلاید رو عوض کنیم. اول برنامه راهبردیه که خب در شرط غیر حضوری بودن مدرسه اهمیتش بیشتره. کلن کانون زمانی اهمیتش دو چندان که چه عرض کنم 100 چندان میشه که مدرسه تعطیله. اول مهر همه دارن درس میخونن، سالهای عادی رو دارم میگم که حضوری بود، دانش آموز خوب و بد و همه با هم میرفتن در واقع شروع میکردن درس خوندن، و بالاخره میرسیدن به یه جایی، امتحانات بود و اینا. کجا کانون خیلی پررنگ میشد؟ یهو تو نوروز. تو نوروز دانش آموزا دو دسته میشدن، یه عده هیچ برنامه‌ای نداشتن، یه عده میچسبیدن به برنامه کانون. کجا کانون خیلی مهم میشد؟ تابستون. تابستون بچه‌ها برنامه خاصی نداشتن، اصلا شما بپرسی طرف نمیدونه هفتم یا هشتم، همش میگه هفتم، من میرم هشتم. ببین خودش هنوز ذهن شفاف نیست که بعد از امتحانات هفتم بالاخره هنوز هفتم یا هشتمه. کانون تو این شرط میاد بچه‌ها رو نجات میده، میگه ببین شما ذهنت شفاف باشه، شما سه دروس هفتم داری بعد بخونی سه دروس هشتم، یه برنامه میده. هر جا مدرسه کم رنگ میشه کانون پررنگ‌تر میشه. امسال تو این شرط غیر حضوری که مدرسه ها کم رنگ تر شده، ناچارن کاریش هم نمیشه انجام داد، کانون هم غیر حضوری شده، اهمیت کانون و برنامه راهبردی بیش از پیشه، برای اینکه دیگه شما میدونی که بجز برنامه راهبردی کانون دیگه برنامه‌ای نداری. مدرسه تقلق، یه روز این کلاسه برگزار میشه یه روز نمیشه، معلوم نیست چی به چیه، ولی شما عملا در واقع برنامه اصلی شما میشه برنامه راهبردی. نکاتی راجع به برنامه راهبردی هست اینجا که شامل همه مباحث میشه، به خاطر اینکه چیزی از قلم نیفته. میدونید اگه من همه مباحث از همه دروس تو برنامه راهبردی نیارم میدونید چی میشه؟ شما فقط اون مباحث از اون درسایی میخونین که دوست دارین. بعد از این مدت نگاه میکنین فیزیک خیلی خوندی، عربی نخوندی. چرا؟ چون فیزیک دوست داری، عربی دوست نداری. اما برنامه راهبردی میگه از این خبر نیست، همه درس‌ها رو بخونی، همه مباحث رو بخونی، تازه هر کدوم هم به اندازه اهمیت خودش بخونی، چون این برنامه جوری تنظیم شده که مباحث مهم، پربودجه، پربارم تو آزمون بیشتر ازش سوال میاد، طراحی شده از اتفاقی نیست. سرعت پیشروی مشخصه تو برنامه، نه خیلی تند نه خیلی کنده، بنابراین برنامه شما رو تنظیم میکنه. بعضیا عجله دارن میگن اول همه رو بخونیم، نیم سال اول همه کتابو تموم کنیم. نه آقا، بعد نیم سال دوم چیکار میخوای بکنی؟ شما باید با یک ریتم مشخصی بری جلو، نه خیلی تند باشه نه خیلی کند باشه، برای اینکه شما کارهای عجیب بعد بذار من اول شیمی رو ببندم بذارم کنار خیالم راحت شه. نه آقا، بغچه‌ست مگه ببندی بذاری کنار خیالم راحت شه؟ نه، اینا می درس شما باید گام به گام با بقیه بخونی، بری جلو، تمرین حل کنی، تست حل کنی. برنامه راهبردی اجازه نمیده شما کارهای هیجانی عجیب غریب بکنی، آروم پیوسته همه درس ها رو با هم برن جلو. و برنامه راهبردی ایستگاه جبرانی داره. چرا؟ برای اینکه هممون یه ریزی مریض میشیم، بی‌حوصله میشیم، دل سرد میشیم، ما نمیتونیم درس بخونیم، به یه آزمون نمیرسیم. کیه که همه آزمونا همه برنامه رسیده باشه؟ نه، حتما قوی ترین دانش آموزای ما یه جاهایی بالاخره از برنامه عقب میمونن. اونجا ایستگاه جبرانی میاد جلو، و ایستگاه جبرانی اصلا وظیفش اینه که به شما این امکان رو بده که شما جبران کنی.
ایستگاه جبرانی نگاه به گذشته داریم، پیشروی آزمونی مقدار کند میشه، سوال بیشتر از قبله. یعنی چی؟ یعنی داریم به شما وقت میدیم شما بری اون مباحثی که هست، اون فصل هایی که نتونستی بخونی، اون نکاتی که از قلم افتاد رو بری یه بار دیگه دوره کنی، مرور کنی که بتونی عملا نتیجه بهتری بگیری. ایستگاه های جبرانی. این بیت خواست حضرت سعدی، موی دستکاری کوچیکی توش کردیم، یه خورده کانونیش کردیم، ان شاءالله که ایشون ببخشه. خود بیت اصلی خب همه میدونه رهروان است که آهسته و پیوسته، و گفتیم نه اصلا قرنی حتما شما آهسته بده. ما میگیم رهروان است که دانسته و پیوسته ره. و دانسته یعنی چه؟ یعنی ذهن شفافه، برنامه راهبردی داره، میدونه داره چی کار میکنه، قدم به قدم میره جلو. گرچه گه تند و گهی خسته رود. چرا؟ برای اینکه برای هممون پیش میاد یه موقع خیلی حال داریم، انرژی داریم، تند میریم جلو، روزی 10 ساعت میخونیم، روزی 8 ساعت میخونیم، خودمون از خودمون راضی هستیم. یه روزم نیست، حال و حوصله‌شو نداریم، گهی خسته میریم دیگه. اینم ذات آدمه، قرار نیست ما همیشه عین موشک بریم بالا. یه موقع آدم مقدار انرژیش پایینه، حوصله نداره، یه اتفاقی افتاده، یه مسئله پیش اومده. بنابراین ما این بیت رو یه دستکاری کردیم، کانونیش کردیم. اول دانسته و پیوسته باید بری جلو، یعنی باید ذهن شفاف باشی، بدونی داری چیکار میکنی و پیوسته خسته نشی. تعداد دفعاتی که شما زمین میخوری مهم نیست، تعداد دفعاتی که بلند میشی مهمه. اینکه شما زمین میخوری آره، ولی زمانی که طول میکشه که بلند شی اون خیلی مهمه. بعضی اصلا تا آزمون رو خراب میکنن، ساعت 2، ساعت 3، ساعت 4 که کارنامه‌شو گرفت، ساعت 4 و نیم درس خوندن شروع میکنه، میگه خراب شد چون که میخواستم نشد، اصلا مهم نیست، برنامه‌ریزی واسه آزمون بعدی، اصلا به قبلی فکر نمیکنه. دانش آموز هم داریم، 3 روز میشینه قنبره که اون درسی رو میگیره، اون در تست شیمی که من نتونستم بزنم، آخ اگه میزدم اینجوری میشه، آخ ولش کن دیگه، حالا نزدی. ولی شما پیوسته باشی، قطع نباید بشه، یعنی باید کار شما با پشت کار بره جلو. و طبیعتاً یه موقع خیلی انرژی داری، موقع نداری. ببین دفتر برنامه‌ریزی، یه تصویر این دفتر برنامه‌ریزی دیدین، اینجا میخوام مقدار بیشتر راجع به صحبت بکنم. میخوام وقت بذارم، از شما تقاضا میکنم که وقت بذارید، دفتر برنامه‌ریزیتون جلوتون باشه و یه قلم کاغذم بیارید، نکاتی که میگم رو یادداشت کنید. اینجا یه مقدار ریزه‌کاری داریم، اینجا یه مقدار نکاتی رو داریم که باید بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم. این دفتر برنامه‌ریزی شمای کلیشه. این صفحات صفحات سمت راسته، این صفحات صفحات سمت در واقع چپه، که دو تا کاربرد کاملا متفاوت داره. اینجا ما یه جدول داریم که خب همه شمایی که دفتر برنامه‌ریزی دارید میدونید، دفتر برنامه‌ریزی یعنی برنامه‌ریزی با نگاه به گذشته. دفتر برنامه‌ریزی ابداع کانونه که شما برنامه‌ریزی می‌خوای بکنی، کار رو از آینده شروع می‌کنی. همه میگن برنامه‌ریزی خب از شنبه من شروع می‌کنم اینجوری درس می‌خونم. دفتر برنامه‌ریزی میگه شنبه رو ولش کن، ماه آینده رو ولش کن، اصلا فردا رو ولش کن. همین الان بگو امروز چی خوندی؟ یعنی هر کس روز اول دفتر برنامه‌ریزی بره کتاب فروشی بگیره، بیاره به من نشون بده، بگی خب برنامه‌ریزی کن واسه من، سوال چیه؟ میگیم چیکار کردی؟ میگه آقا برنامه‌ریزی واسه آینده کن. میگم نه، اول گذشته من ببینم تو چیکاره‌ای، بیارم تو کاغذ مکتوبت بکنم، بتونم بخونمت، بتونم بفهممت، درکت کنم، بعد راجع به آیندم صحبت میکنیم. نگاه کنی فضای دفتر برنامه‌ریزی 70% مربوط به گذشته است، انگار نه انگار دفتر برنامه‌ریزیه. 30% مربوط به آینده است، همش به خاطر اینکه میگیم آقا برنامه‌ریزی باید از گذشته شروع بشه. یه جدول داریم اینجا، اسم درس‌ها اینجا نوشته میشه، روزهای هفته اینجا نوشته میشه. این قسمت قسمت اول دفتر برنامه‌ریزیه. یعنی اون کسایی که دفتر برنامه‌ریزی دارن، از هر 100 نفری که دفتر برنامه‌ریزی دارن، یه 10 نفر که اصلا به خودشون لطف دارن و اصلا اینو از کتابخونه بیرون نمیارن، هیچ، اونا رو بذاریم کنار. از اون مابقی 90 نفری که پر میکنن، این تیکه رو پر میکنن. بعد فکر میکنن دفتر برنامه‌ریزی رو کامل پر کردن، ولی نه. شما اگر این تیکه دفتر برنامه‌ریزی رو پر بکنی، 20% دفتر برنامه‌ریزی رو پر کردی، 30%شو پر کردی. هنوز 70% منافعی که میتونی از دفتر برنامه‌ریزی ببری رو نبردی. خب راجع به چی داریم صحبت میکنیم؟ اسلایدو بریم. مثلا بعدا من هی مدام به این اسلاید برمیگردم، در واقع نشون میدم که چی به چی. اولین نکته در دفتر برنامه‌ریزی اینه که دفتر برنامه‌ریزی کمیت مطالعه شما رو بیشتر میکنه. ساعت مطالعه‌تون میبره بالا. چجوری؟ مکانیزمش به نظر میاد یه جور رقابت با خوده، ولی تجربه ما میگه آقا کسی که دفتر برنامه‌ریزیشو پر میکنه، از همون روز اول که دفتر برنامه‌ریزی پر میشه شروع میکنه بیشتر درس خوندن. کسی هم چیزی بهش نمیگه ها، نه پشتیبان نه پدر، خودش با خودش وقتی دفترشو پر میکنه میبینه امروز از 24 ساعتی که خدا بهش داده کلا 2 ساعتشو درس خونده، مابقیشو تلف کرده. اصلا بدون این که من مشاور چیزی بهش بگم، بدون این که پشتیبان چیزی بهش بگه، بدون این که پدر مادرش حرفی بزنن، خودش شروع میکنه بیشتر درس خوندن. این یه اتفاق مثبتیه که در دفتر برنامه‌ریزی میفته. اما دفتر برنامه‌ریزی کیفیت مطالعه شما رو میبره بالا. حالا یعنی چی؟
آقا این یه دفتر کله، من 4 تا عدد توش می‌نویسم، 4 تا جمع و ضرب می‌کنم، نمودار دایره پر می‌کنم، این برام چیزایی می‌نویسم. چه جوری می‌تونه کیفیت مطالعه منو ببره بالا؟ این کیفیت مطالعه شما رو میتونه ببره بالا چون ما تو کانون برای کیفیت تعریف داریم، یعنی ما اومدیم کیفیت رو شفاف کردیم. من اگه به شما بگم خوب درس میخونی یا نه، احتمالاً براتون میگه آره خوب درس میخونم، من قبول نمیکنم. میگم خوب درس خوندن تعریف داره، بیا من بگو چی جوری درس میخونی، چه جوری میتونه من بگی با دفتر برمی‌ریزی تا من بهت بگم خوب درس میخونی یا نمیخونی. سه تا آیتم داره خوب درس خوندن: تعادل، تمرکز و شفافیت. دو تاش یعنی تعادل و شفافیت تو دفتر برنامه‌ریزی هست. الان بهش میرسی. همین اول تعادل مطالعه شما افزایش پیدا میکنه. یه دقیقه بریم اسلاید قبلی. میخوام تفکیکی ستون معلم و صفحه 182 رو بهتون بگم. این دفتر برنامه‌ریزی رو اگه شما نگاه بکنی، حالا تو این اسلایده مقدار کم رنگ افتاده، این خونه هایی که اینجا داریم همشون یه خطچین ظریف بینشون هست که اگر نباشن تو چاپ‌های مختلف شما میتونید خودتون بذارید. یه خطچین. این خطچین یعنی چی؟ یعنی شما به جای اینکه تو این خونه یه عدد بنویسی، باید دو تا عدد بنویسی. چی و چی؟ بیاین اسلاید پایین تا بهتون بگم چی و چی. شما باید قسمت بالاش ساعت مطالعه و خواندن تو بنویسی که کتابو جزوه می‌خونی. پایینش چی باید بنویسی؟ ساعت تمرین حل کرده، حالا چه تشریحی چه تستی. ببین یه خورده سخت شد. دفتر برنامه‌ریزی قبلا شما چیکار می‌کردی؟ تو اون خونه می‌نوشتی شنبه 2 ساعت فارسی خوندی. خوبه یا نه؟ خوبه. 20% داری کار رو انجام میدی. ولی من الان اینجام که یه کاری کنم که شما بیش از 20% کار رو انجام بدی. میگم این 2 ساعتی که می‌نویسی فارسی، بیا واسه من تفکیکش کن. بگو چقدر خوندی؟ خوندن یعنی کتاب درسی و جزوه، جزوه معلم. چقدر تمرین حل کردی؟ حالا چه تشریحی چه تستی؟ نکته. به ویژه واسه دانش آموزای دهم، یازدهم، دوازدهم. دانش آموز داریم که وسواس میگیره. کتاب رو یه بار میخونه، دو بار میخونه، سه بار میخونه، 10 بار کتاب میخونه، باز حسش اینه که یه چیزی، یه نکته، یه جایی جا مونده، میره بار 11 کتاب میخونه. این داره وقت تلف میکنه، این داره خودشو فرسوده میکنه، این داره اعصاب خودشو نابود میکنه. چرا؟ چون وقتی شما متن رو یه بار میخونی، خب میفهمی اگه عمیق و درست بخونی. بار دوم که میخونی چی رو داری میخونی؟ هم همه اون چیزایی که فهمیدی و هم همه اون چیزایی که نفهمیدی، همه رو داری میخونی. خب وقت گذاشتن واسه خوندن چیزایی که فهمیدی به چه درد میخوره؟ اینا رو که یه بار فهمیدی. راش اینه بعد از اینکه یک بار خوندی بری تمرین حل کنی. تمرین نه چراغ قوه میندازه، میگه آقا شما حالا تمرین تشریحی یا تستی، بحث مفصلیه بذاریم کنار. شما بعد از اینکه خوندی تمرین یه چراغ قوه میندازی، بهت میگه آقا خوندی، این تیکه رو فهمیدی و این تیکه رو نفهمیدی، بنابراین وقت میذاری رو اون قسمتی که نفهمیدی، وقت میذاری رو اون قسمتی که مشکل داری. بعضی از تمرین حل کردن میترسن، چون کمالگرایی دیگه، من باید کامل کامل بخوام برام تمرین حل کنم، من باید کامل کامل بخوام تا آزمون بدم. نه، اینجوری نیست. یعنی شما میتونی در همون مرحله اول بعد از اینکه یه بار متن خوندی، خودتو بندازی تو وادی تمرین حل کردن و تست حل کردن و کلی یادگیری اونجا، اونم یادگیری دقیق و عمیق اتفاق میفته. اگر تفکیکی بنویسی بیای پیش من مشاور، من نگاه میکنم بهت میگم، بهت میگم که ببین فلانی، این مطالعه‌ای که داری تعادل خوندن و تمرین کردن توش نیست. تو 80% وقت تو داری میخونی و 20% داری تمرین حل میکنی. اگر تراز شما قرار است از 5500 بره با. چرا این عدد 5500؟ یه بار پروندهشو ببندم. با خوندن، همینجوری خوندن، فقط خوندن تا 5500 میشه اومد بالا. همینجور فقط درس بکنی، یه کتاب از کتابخونه برداری، اینو بخونی، بذاری سرجاش، یکی دیگه برداری بخونی، تا 5500 میشه اومد بالا. بالاتر از اون دیگه برنامه‌ریزی و نظم میخواد. یعنی شما وقتی میخوای بدی که از تستای آزمون 4 تا از 10 تا 5 تا از 10 تا بزنی، دیگه لازمش اینه که نکات رو بدونی، مدیریت زمان بدونی، خیلی بحثی. به خاطر همین من این عدد رو همین مثال میزنم. اگر قرار نیستین از این عدد برید بالا، اینو ولش کنید. ولی من میدونم همه دانش آموزایی که تو کانونن دلشون میخواد که از 5500 ترازشون بره بالاتر.
چون میدونم اینو میخوان دارم اینو بهتون یاد میدم. تفکیکی که میخونید اون وقت میفهمید که دارین بیش از حد میخونید و کمتر از حد تمرین حل میکنید. این کاری که دو هفته سه هفته پشت سر هم انجام بدی، وقتی دفترتو میبره پیش پشتیبانت، پشتیبان بهت میگه، میگه ببین این ساعت تمرین حل کردنت کمه، تعداد تستایی که داری میزنی کمه و دلیل اینکه پیشرفت نمیکنی اینه. اگه تفکیکی ننویسی چجوری بفهمم؟ حالا همون دفتر برنامه‌ریزی ساده که یه جدول بود، یهو تبدیل میشه به یه جعبه ابزار فوق‌العاده که میتونه به شما بگه که اگر تفکیکی بنویسی چی میشه، که میتونی تعادل ایجاد کنی. یه قسمت داریم ستون معلم. ما تو دفتر برنامه‌ریزی اجازه نمیدیم شما ساعتایی که کلاس میری، حالا چه کلاس خصوصی چه کلاس گروهی، ما اجازه نمیدیم شما این رو در ساعت مطالعات بنویسید. نظر کانون ممنوعه. یعنی شما اون ساعتی که چه مدرسه میری، چه آموزشگاه، چه معلم خصوصی میاد برای شما، از نظر ما ساعت مطالعه شما، ساعت مطالعه ساعتی که شما خودت یا بخونی یا تمرین حل کنی، خودخوانی کنی یا بخونی یا تمرین حل کنی. حالا ما دانش آموز داریم، کلاس، اونم نه یک کلاس، دو تا سه تا ده تا کلاس میره. باور کنید من دانش آموز دارم که دو تا کلاس زیست شناسی با دو تا دبیر مختلف میره. چرا؟ من که خدای نکره یه نکته جا بمونه، آقای فلانی بگه، آقای بهمانی نگه و از این حرفا، وسواس. در صورتی که اون باید وقتش رو بذاره روی خودخوانی. ما همینجوری خیلی ساده بخوایم خدمت شما بگیم، به ازای یه ساعت که شما کلاس میری باید دو ساعت درس بخونی حداقل. یعنی اگه شما در طول هفته فقط شما 10 ساعت کلاس بری، 4 تا کلاس بری که بشه مثلا 10 ساعت کلاس، بشه 8 ساعت کلاس، شما معادلش باید 16 ساعت 20 ساعت تو خونه درس بخونی. چی رو بخونی؟ همون تستایی رو بخونی که معلم داده، همون جزوه. وگرنه شما بری آموزشگاه یا بری مدرسه، معلم بیاد برای شما درس بده، شما کتابو باز کنی همونجا مطالب هم متوجه میشی، بعد ببندی بری خونه، هفته بعد دوباره بیای شنبه کتابو باز کنی. خب این که فایده نداره، شما بهترین معلم دنیا هم داشته باشی کاری برای شما نمیکنه، چون شما باید بین این دوتا خود دو برابر اون زمان وقت میذاشتی، تمرینایی که معلم داده رو حل میکردی، تست میزدی، اشکال واسه خودت درست میکردی که بری رفع اشکال بکنی، این کارا نکردی، شما بهترین معلم دنیا رو بیاریم کاری از پیش نمیبره برای شما. یه ستون معلم داشتیم، بهتون قول میدم 80% بچه که دفتر برنامه‌ریزی دارید قسمت ستون معلم پل نمیکنید. در اینجا من نمیدونم وقتی شما میای پیش من شما چقدر داری کلاس میری، آیا متناسب با کلاس رفتنت، آیا متناسب با کلاس رفتنت، تو خونه میخونی یا نمیخونی. یه قسمت دیگه تعادل، صفحه 182 دفتر برنامه‌ریزیتون رو ورق بزنید. یه صفحه هست صفحه 182، این از قدیم هم 182 بوده، یعنی در صحافی اول افتاده صفحه 182. از اون موقع تا حالا ما قلمچی بهش دست نزده، اسمش معروف شد تو کانون به صفحه 182، دلیل نداره این. در صحافی اول اتفاقی اینجوری شد، ولی الان دیگه معروف شده دیگه، صفحه 182 دفتر برنامه‌ریزی معروفه. یه جدوله، بریم اسلاید بالا. اونو من عکسشو نذاشتم اینجا، فراموش کردم، ولی بهتون میگم اون جدول چیه. اون جدول نگاه کنید، صفحه 182 دفتر برنامه‌ریزیتونو، همین ستون جمع کل میبینید، هر هفته یه دونه از این ستون دارید دیگه جمع کل. اون صفحه اومده همین ستونا رو کنار هم چیده، زده شماره هفته 1، این جمع. این جمع چیه؟ از هر درس چند ساعت خوندی؟ ادبیات خوندم 3 ساعت، عربی خوندم 2 ساعت، دین و زندگی اصلا نخوندم، زبان اصلا نخوندم، ریاضی خوندم 5 ساعت، زیست خوندم فلان الی آخر. همه اینا جمعش اینجاست. تو صفحه 182 اینا رو کنار هم چیده. خب به چه درد می‌خوره؟ من کنار یه بار اینجا یادداشت کرده بودم. بیکارم برم یه بار دیگه اونجا یادداشت کنم. نه، این فایده داره واسه شما. فایده‌اش چیه؟ بریم اسلاید بهتون بگم. این به شما تعادل میده، تعادل بین درس‌ها. آخه من دانش آموز کم ندارم. میاد پیش من پدرش مادرش میگه آیفا خیلی درس می‌خونه. اصلا کلاً تو اتاقشه. و ساعت مطالعه‌اش هم کم نیست، من نگاه میکنم همش این کتابو حل شده، تمرین فلان، و نمیدونم چرا تراز کلش اصلا بالا نمیره. بعد که شما ساعت مطالعه‌اشو نگاه میکنی میبینی که این همه وقتشو رفته زیست شناسی خونده. آقا زیست مهمه یا نه؟ خیلی مهمه، برای بچهای تجربی از نون شب واجب تره. ولی معنیش این نیست اگه شما زیستو صد بزنی بقیه درساتو بری افتضاح بزنی پزشکی قبول میشی. به خدا اینجوری نیست. یعنی شما آخرش اگر میخوای رتبه بیاری، دانشگاه خوب قبول بشی، باید همه درساتو خوب بزنی. نمیتونی، شما با زیست نمیتونی کمکاری تو فیزیک و شیمی و عربی جبران کنی. علاقه داری، فکر میکنی مهمه، ضریبش بالاست، همه چی حق با شماست، ولی باید شما درس خوندن تعادل داشته باشی. من از کجا بفهمم؟ صفحه 182 تو که میاری، من تو یه نگاه میفهمم که شما به یه تعادلی رسیدی. در همه هفته ها تقریبا داری 4 ساعت ادبیات میخونی، این خوبه. حالا کمه یا زیاده بحث اینه که شما تراز ادبیات چند بحث شخصیه، ولی من در یه نگاه میفهمم شما عملا داری متعادل درس میخونی، یه هفته زیاد یه هفته کم نیستی.
عملا داری ادبیات هفته 4 ساعت میخونی، ادبیات رو دین و زندگی رو هفته 2 ساعت داری میخونی، زیست تو هفته 9 ساعت داری میخونی، عملا هم شما مثلا امتحان نگاه میکنم 35 ساعت 40 ساعت در هفته داری، حتما هم یه نوسانی هست، این هفته میشه 50، خیلی انرژی داری، گفتم گهی تند و گهی خسته، یه هفته هم میشه 25، اشکال نداره، ولی یه تعادلی وجود داره. این سفر ننویسی نمیفهمم. تا اینجا قضاوت کنید از اون دفتر برنامه ریزی که شما داشتی پر میکردی با این چیزایی که من دارم میگم شما چقدر با دفتر برنامه ریزی ایدئال فاصله داشتی. حالا این تازه فقط صفحه سمت راسته. بریم اسلاید بعدی، صفحه سمت چپ ببینیم. صفحه فوق‌العاده است، یعنی برای کسی که اهل برنامه ریزی باشه این تیکه دفتر برنامه ریزی رو ببینه کلی باش کیف میکنه. اولا حتی این دوتا هنوز تو صفحه سمت راسته. اولا تو صفحه سمت راست ما یه قسمت داریم مثل برنامه متعادل. برنامه متعادل یعنی چی؟ صفحات اول، هفته های اول دفتر برنامه‌ریزی رو نگاه کنی ننوشته متعادل، نوشته پیشبینی. چرا؟ چون کسی که تازه کاره تو دفتر برنامه‌ریزی وقتی بهش بگی این هفته چقدر میخوای فیزیک بخونی میگه 5 ساعت، ولی 5 ساعت نمیخوره، ممکنه بیشتر یا کمتر بخونه. چرا؟ از خودش شناخت نداره. ولی اون کسی که هفته 7م 8مش داره دفتر برنامه‌ریزی پر میکنه ازش بپرسی میگه ببین من دلم میخواد هفته 10 ساعت فیزیک بخونم ولی آخرش نمیشه، میدونم که نمیشه. تجربه من در این 7 8 هفته گذشته میگه من هفته 4 ساعت دارم میخونم، بنابراین برای من برنامه متعادل فیزیک خوندن 4 ساعت. این یعنی چی؟ این یعنی خودشناسی. و تغییر جای آغاز میشه که اول شما خودتو بشناسی، خودتو بپذیری، تصمیم بگیری، راجع بهش صحبت خواهم کرد، اراده کنی که تغییر بکنی تو برنامه متعادل. حالا خودتون قضاوت کنین چند تاتون تو دفتر برنامه‌ریزی ستون برنامه متعادل رو پر می‌کنین. ردیف‌های غیر درسی، بعضی میگه این پایین چیه نمیشه تلویزیون و خواب، ما اومدیم قلمچی ثبت نام کردیم درس خوندن ما رو بیاد در واقع بهبود بده، چه ربطی داره تلویزیون، چقدر نگاه می‌کنیم، چقدر می‌خوابیم، چقدر تو گوشی وقت می‌گذرونیم، چقدر بازی می‌کنیم، اینا که ربطی نداره. چرا؟ اینا سیاه‌چاله‌های زمانه، اینا زمان رو میخورن یا آبم رو شما اصلا متوجه نمیشی. یهو سرت تو گوشیت فهمیدم یه 1 ساعت و نیم من همین میگم که دارم تو اینستاگرام میچرخم، یا همینجوری دارم تکس میدم با این دوستم تو فلان گروه تلگرام، تو فلان گروه واتساپ، داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، از این ور اون ور جوک از این کانال برم دارم خالی میکنم تو اون کانال، از اون کانال برم دارم خالی میکنم تو این کانال، و وقتمو دارم تلف میکنم. وقتی شما بنویسی این ردیفای غیر درسیت رو، این ردیفای غیر درسیت رو بنویسی، تازه میتونی متوجه بشی. مثلا این ردیف داریم خواب، خیلی مهمه، بعضیا از یه حدی بیشتر و بعضی از یه حدی کمتر میخوابن. اگر ننویسی نمیتونی مدیریتش کنی. همه چیز مدیریت کردن از اونجا شروع میشه که شما مینویسی، مکتوبش میکنی تا بعد بتونی تصمیم بگیری. پس ردیفای غیر درسیتون رو بنویسید، تلویزیونتون، فوق برنامه‌تون، خوابتون، بنویسید که اگر کم و زیاده بتونی مدیریتش کنی. یه تصمیمات روزانه هست الان اهمیتش بی‌نهایت زیاده. یه لحظه بیاید اون صفحه رو من نشونشون بدم بچه‌ها. این ستون متعادل، بریم بالاتر اون تصویر دفتر رو ببینیم. این اون ستون متعادله، برنامه متعادل خدمتتون گفتم. این اون قسمت فوق برنامه و غیر درسی، ببینید فوق برنامه تلویزیون، فضای مجازی و خواب، که اینجا نوشته که شما بتونی عملا کاری که بکنی اینه که ساعت‌هاش رو بنویسی، چند ساعت گذاشتی، 2 ساعت گذاشتی، 3 ساعت گذاشتی، آخرش یه جمعی داشته باشی که ببینی کار به چه ترتیب پیش میره. این قسمت هم 3 قسمت داره، 4 تا در واقع. یکی این بحث در واقع تصمیمات کوتاه مدت روزانه است. الان بی نهایت فایده داره. چرا؟ قبلا ما با این صبحش خیلی کاری نداشتیم. چرا؟ که شما مدرسه بودی. حالا مدرسه خوب یا بد، بالاخره شما می‌رفتی در جریان درس خوندن بودی. ولی الان که شما خونه، یه ساعتی کلاس آنلاین هست، یه ساعتی نیست، یه خوره بالا پایین داره، خیلی مهمه. این جلوگیری می‌کنه از اتلاف وقت. چون شما اینو کی پر میکنی؟ شنبه میه، فقط مال شنبه رو پر میکنی. نکنش بیای یک شنبه، دو شنبه، سه شنبه، چهار شنبه همه اینا رو پر کنی، یا نه شنبه فقط چی رو پر میکنی؟ شنبه، یعنی فردا صبح که یک شنبه شما چی رو پر میکنی؟ فقط یک شنبه رو. برای همین گفتیم تصمیمات کوتاه مدت روزانه. اگه الان بیای چهار شنبه تو بنویسی خطا کردی، نمیدونیم چی میشه. اصلا چهارشنبه صبح بلند شدیم یه خورده سرمون درد میکنه، اصلا همش میخوایم بگیریم بخوابیم. پس الان برای چهارشنبه فکر نمیکنیم اینجا. چرا؟ تو برنامه راه بردی من تا آخر سال دوم تا هر برنامه کاربرد خوش داره. اون برنامه بلند مدت، این کوتاه مدت. صبح مینویسی، صبح تا ظهر چیکار میکنم، تا شام در واقع چیکار میکنم، بعد شام آخر شب چیکار میکنم. چه فایده ای داره؟ جلوی اتلاف وقت تو میگیری. اینجا چی میخوای بنویسی؟ میخوای بنویسی 50 تا تست شیمی تو این فاصله میخوام این کارو انجام بدم، 2 ساعت هم میخوام اینو بخونم. میره جلو، نهار خوردی تا شام نصف زمان میگذره، 2 ساعت مونده به شام، شما متوجه میشی ببین نه این کارو کردی نه اون کارو کردی. یعنی چی؟ یعنی اتلاف وقت. اولین کاری که میکنی میشینی سر درس خوندن. یعنی اگه شما بدونی که چی کار میخوای بکنی کمتر وقت تو تلف میکنی.
کی هم باید واسه خودت تعیین کنی؟ اول صبح. موضوع بعدی، دستاوردها و نکات مثبت، چالش ها و نکات منفی. دقت هم کنید، مثبت ها رو 3 تا گذاشته کانو، 1 2 3، اما منفی ها رو یه دونه گذاشته. برای که ما کلن تو کانو خوشبینیم، کلن ما تو کانو مثبت نگریم. دستاورده شما چی میتونه باشه؟ اصلا این رو بنویسم چه فایده داره؟ اینا رو که بنویسی شما ذهنت نسبت به خودت شفاف میشه، یعنی خود شما متوجه میشی که چه کارهایی رو خوب انجام میدی، چه کارهایی رو خوب انجام نمیدی، تو چه کارهایی قوی هستی، تو چه کارهایی نیستی. حالا چی مینویسی؟ مثلا دستاورد شما اینه که اومدی و ساعت مطالعه‌ات رو افزایش دادی. این خیلی دستاورد مهمیه. شما هفته پیش 20 ساعت درس خونده بودی، امسال که این هفته کردیش 22 ساعت، 23 ساعت، این مثبت. تعادلت رو بیشتر کردی. یه مبحث بدقلق مونده بود تو عربی، آخرش رفتی سراغش و خوندیش. خیلی مهمه، یه چیزی که شما هی داشتی اهمال کاری میکردی، عقب مینداختی، بالاخره این هفته شاخ قولو شکوندی و خوندیش. اینا میشه دستاوردش. خوابمو کنترل کردم، گوشیمو کنار گذاشتم، بازی رو، خیلی چیزای دیگه. حتما هم یه سری منفیا هست. آقا به خودم قول داده بودن که فلان چیز رو بخونم ولی نخوندم. آقا منم گهی تند و گهی خسته میرم. اینجا اون قسمتایی که خسته رفتی رو مینویسی. اینجا اون قسمتایی میشه که سری برنامه بود، سری کارا داشتی نشده. اشکال نداره. ذهن شما شفاف میشه. بعد گفتم بیا تصمیم‌های راهبردی و کلیدی و اساسی تو واسه هفته آینده بنویس. چی شد؟ روزانه رو داشتم، تو برنامه راهبردی به شما سالانه‌ش هم دادم، اینجا هم در راجع هفته با شما صحبت میکنم. کانون یعنی برنامه‌ریزی. تیک تیک باید بهتون یاد بدیم چی کار باید بکنیم. تو تصمیم‌های هفته آینده اون چیزایی که از نکات مثبت و منفی به دست آوردی و کلیات دفتر برنامه‌ریزیت میای اینا رو می‌نویسی. میای می‌نویسی که چه اتفاق قرار هفته آینده بیفته. اون کتاب رو که قرار بود بخونی و نخوندی، تو قسمت منفی نوشتی، اونو من میدونی چه می‌نویسی. میگه تصمیمم این هست که بنویسمش. یعنی تصمیمات کلیدی شما حفظ کردن نکات مثبتت و جبران کردن نکات منفی برای شما میشه تصمیمات کلیدیت. و یه قسمت داریم نظر پشتیبان. اون زمانی که حضوری بود آزمون‌ها، شما میمدی دفتر برنامه‌ریزی، کارت ورود به جلسه آزمون بود. یعنی کسی دفتر برنامه‌ریزی نداشت، اصلا آزمون راش نمی‌دادن. میومدی شما که آزمون رو شروع می‌کردی، پشتیبان این دفتر رو 30-40 تا میچید رو میز، تو فاصله که شما داشتی آزمون می‌دادی، اون وظیفه‌ش این بود دفاتر شما رو نگاه کنه و اینجا واسه شما کامنت می‌ذاشت. و اون کامنتایی که اینجا پشتیبان می‌ذاشت دو تا تاثیر داشت، یه تاثیر 20% یه 80%. 20% این بود که پشتیبان حتما به عنوان یک آدم خبره یه حرف اساسی اینجا به شما می‌زد. ساعت مطالعات کمه، این کارو بکن، اون کارو بکن، چرا تستی کم خوندی؟ بعد این حرفم خیلی ربط به این داشت که شما چقدر این دفتر رو کامل پر کردی. کسی که کلن 4 تا دونه عدد اینجا نوشته بود یه جمع کنه، اینجا پشتیبان چی بگه؟ چیزی نمیتونست بگه. ولی کسی که اینا رو تفکیکی پر کرده بود، ساعت معلم رو نوشته بود، نمودارهای تعادل رو پر کرده بود، نمیدونم دروس عمومی همه چی رو پر کرده بود، خب این آدم حتما پشتیبان میتونست کلی حرف واسش بزنه. به کی برمیگشت؟ به خودتون. ولی 20% حرف پشتیبان بود، یه 80%ش خود شما بودی. من اگر فکر کنم کسی کارم رو میبینه، کارم رو بهتر انجام میدم. من الان دارم این ارائه رو میکنم چون فکر میکنم 300-400 نفر دارن منو میبینن. من اگه فکر میکردم پشت این دورمی خالیه، کسی منو نمیبینه، اینجوری نمیتونستم ارائه کنم. این ارائه من و هر کاری که شما میکنی وابسته به اینه که چند نفر شما رو میبینن. وقتی پشتیبان به عنوان یه آدم خبره شما رو میبینه، شما دفترتو بهتر پر میکنی. وقتی دفترو بهتر پر میکنی، عملاً برای شما درس خوندن بهتر اتفاق میفته. الان چی؟ الان که غیر حضوریه، عکسشو میگیری واسه پشتیبانت میفرستی. و تو گفتگوی تلفنیت باید راجبش حرف بزنی. و تو چتای تصویری که با هم دارین، اصلی ترین موضوع صحبت شما پشتیبانتون دفتر برنامه‌ریزی و کارنامه‌تونه. بنابراین این قسمت رو شاید دیگه الان فیزیکی نداریم، ولی شما میتونید که داشته باشید. میتونید با تماسی که با پشتیبانتون میگیرید، فرستادن عکس و تصویر و فیلم و هر روش دیگه‌ای که میدونید، کماکان نظر پشتیبانتون رو اینجا داشته باشید. بریم اسلایدهای بعدی. دفتر برنامه‌ریزی از همون اول گفتم بیشتر میخوام راجع بهش صحبت بکنم. بریم این اسلاید رو هم تموم کردیم. آزمون هدف گذاری سریع ازش میگذرم. یه ابتکار کانون امسال، پنجشنبه وسط ما یه آزمون داریم. یعنی این جمعه آزمون داریم، جمعه بعد دو هفته بعد آزمون داریم، اون وسط یه آزمون هستی گوشیم آزمون هدف گذاری. جنس آزمون چیه؟ هم تعداد سوالاش کمه، کلن هر درس فقط 10 سواله.
یعنی از آزمون اصلی خیلی کوتاه‌تره. کلا واسه بچه‌ها میشه 60 70 تا 80 تا سوال کلا. سطح سوالا بسیار آسونه، یعنی این سوالایی که اینجا مطرح میشه سوالهای ساده است، سوالهای سخت نیست. و اگر این آزمون کلا قراره مثلا از کتاب ریاضی شما از 20 صفحه سوال بیاد، تو آزمون هدف گذاری چون وسط راه از 10 صفحه سوال میاد، یعنی از اون قسمت‌های اول برای شما. خب پس یه آزمون آسونه کم سوالی که از 10 صفحه اول میاد، مهمترین کارش واسه ما چیه؟ شما هر آزمونی بدی تو اون آزمون، چون داری آزمون میدی و چون داری بازیابی میکنی مطالب رو، بهتر یاد میگی. از اصول کانون راجعش رو پشتیبان تو صحبت کنیم، من اینجا وقتش رو ندارم توضیح بدم، بسیار موضوع وقتگیریه، ولی بسیار موضوع اساسیه که شما هر بار سوال حل میکنید دارید موضوع رو یاد میگیرید. فکر نکنید شما فقط با خوندن یاد میگیرید، شما با حل کردن سوال به مراتب بهتر از خوندن یاد میگیرید. و حل کردن سوالی که شما بابتش جدیت داشته باشید. شما بیشترین جدیت رو کجا دارید؟ سر جلسه آزمون دارید. بنابراین جلسه آزمون بهترین یادگیریه برای شما. هر آزمونی بدی تحت آزمون هدف گذاری مشابه پار آزمون است، این توش هست، ما بهش میگیم یادگیری از طریق بازیابی. اما این آزمون هدف گذاری هدف اصلیش چیه؟ اینکه شما هفته اول رو جدی تر بخونید. خیلی از دانش آموزا میگن چون آزمون دو هفته بعد، هنوز 14 روز فرصت دارم، پس وقت دارم 3 4 روزی تنبلی کنم و درس نخونم. همیشه شما نگاه کنید بچه‌ها آزمون هفته دوم که چسبیده به آزمون بهتر درس میخونه. آزمون هدف گذاری میخواد به شما بگه هفته اول دوم نداریم، درس رو تقسیم کن، یه قسمت شو هفته اول بخون برو یه آزمون بده، یه قسمت شو هفته دوم بخون. هدف کانون اینه، خیلی ساده، جلوی تنبلی دانش آموزا و اهمال کاری و عقب انداختن واسه هفته دوم رو بگیریم که بار رو هفته دوم زیاد بشه و عملا شما نرسی. نصفش هفته اول بخون، نصفش هفته دوم. یه بحث هم هست باز تعادل دهکی، اینم جزء موضوعاتی باید از پشتیبانت بپرسی، چون اینم پیچیده است اینجا توضیح دادنش، ولی خیلی مهمه. این کارنامه چیزی به اسم دهک به شما میده که جایگاه شما رو تو اون درس تو کل کشور مشخص میکنه و شما میفهمی که مثلا در درس ریاضی دهک اولی یعنی واسه خیلی خوبه، در درس فیزیک دهک پنجمی، یعنی 50% کشور از تو بهترن، یعنی تو وسط کشوری. و اگر در درس‌های مختلف تعادل نداشته باشی، عملاً داری چیکار می‌کنی؟ داری وقت خودتو تلف می‌کنی. یعنی رفتی ریاضی سوال سخت دارم داری جواب میدی، فیزیک سوال آسونارم جواب نمیدی. اگر یه ذره از بار ریاضیت بذاری رو فیزیکی، اتفاقی که می‌افته اینه که فیزیک هم سوال آسوناش هم می‌تونی جواب بدی. و این راه پیشرفت است، یکی از راه‌های آسون پیشرفت همینه. تو این کارنامه شما بهش می‌رسید. بریم اسلاید بعدی. یه آزمون ما باز امسال گذاشتیم، البته پارسال این بود، به اسم دفترچه غیر حضوری ما میدادیم دانش آموزه قدیمی ما یادشونه. امسال چون همه چی غیر حضوری شد دیگه اسممون اومدیم عوض کردیم، گفتیم آزمون مشابه پارسال یا آزمون معادل. چیه در واقع؟ شما 14 آذر که آزمون دادی، پارسال هم یه روزی شبیه 14 آذر، حالا دو روز این بر اون ور، روزی که در واقع جمعه بوده آزمون بوده. دفترچه اون آزمون آوردیم داریم میدیم به شما. یعنی شما که امسال سال 11 هم کانون ثبت نام کردی، در واقع دو سری سوال میگیری. یه سری سوالایی که برای سال 11 هم امسال طراحی میشه، یه سری سوالای سال 11 هم که پارسال طراحی شده ما رایگان به شما میدیم. چه باید این کارو بکنی؟ چهارشنبه هفته دوم. چهارشنبه هفته دوم من که پس فردا آزمون دارم. بله، چون این آزمون فرقش با اون آزمون هدف گذاری، آزمون هدف گذاری آزمون سبک بود، کلا 10 تا سوال از هر درس میومد، هدفش این بود که تو هفته اولو از دست ندی. این آزمون کلا فلسفه‌اش فرق می‌کنه. خب بعضی میگن کانون چرا انقدر آزمون می‌گیره؟ کانون داره کارهای مختلف رو از طریق آزمون‌های مختلف انجام میده. این آزمون‌ها به خود شبیه هم نیستن. اینا هر کدوم داستان خودشو داره، طراحی خودشو، شکل همشون آزمون رو تسته. ولی طراحی پشتشون متفاوته. این آزمون که شما چهارشنبه هفته دوم میدی، برنامه‌اش دقیقاً شبیه همون آزمونیه، دقیقاً شبیه همون آزمونی که جمعه می‌خوای بدی. یعنی اون عزیزایی که 12 آذر چهارشنبه این آزمون رو دادن، یه بار آزمون 14 آذر که دیروز بود رو از نزدیک دیده بودن عینشو. چه فایده داره؟ البته شما میتونی فقط یه درس رو جواب بدی، وقت نداشته باشی میتونی همه درس ها رو جواب بدی. چه فایده داره؟ اون قضیه بازیابی سر جاشو توضیح نمیدن. دو تا فایده اساسی داره. یک، اشکالات خودتو پیدا میکنی. ببین چهارشنبه است، تموم شده وقت. شما از اون دو هفته 14 روزی که وقت داشتید 12 روزش گذشته. یه پنجشنبه رو میخوای بدی به من که من میخوام اون پنجشنبه رو خرج رفع اشکال کنم. کار عاقلانه یه دیگه. من بیام 12 روزش رو بخونم، هر کاری بلدی بکن تو این 12 روز بخون. تو فرض کن آزمون به جای اینکه جمعه است چهارشنبه است، یه روز کم میشه دیگه. تو اون 12 روز قبلی بخون همه رو،
تازه خود چهارشنبه صبح من میگم باز بخون تو برنامه آزمون رو بخون. چهارشنبه غروب خب دیگه یه پنجشنبه رو وقت داری دیگه. بشین یه آزمون شبیه آزمون جمعه بده. این یه بازی تدارکاتی. بازی تدارکاتی رو کی برگزار میکنن؟ بازی تدارکاتی جام جهانی 2022 قطر که الان برگزار نمیکنن، که میذارن قبل جام جهانی نزدیک بازی، بازی تدارکاتی میذارن که به آمادگی نهایی رسیده باشن. بعد برن در واقع ببینن حالا اشکالات کجاست، رفع اشکال کنن. این عینه بازی تدارکاتی چسبیده به آزمون. شما میای اقدام میکنی به رفع اون اشکالاتت. یعنی میبینی در طی این دو هفته که خوندی این مبحث رو درست نتونستی تستاش رو بزنی. یه پنجشنبه رو وقت داری بری چیکار کنی؟ این مباحث رو شروع کنی خوندن. و موضوع خیلی مهم، مخصوصا پدر مادرها خیلی سریع موضوع با ما بحث میکنن. اینو آزمون بچه‌ها استراب میده. آزمون استراب میده. اگر استراب نده که آزمون نیست. آزمون باید یه ذره استراب داشته باشه که برای من مهم بشه. وگرنه من تبدیل میشم به آدم بیخیال. کس نمیخواد دنبال بیخیالی باشه. اما استراب یه وجه منفی داره که کارایی منو کم میکنه. پس من باید کمش کنم استراب، ولی یه ذرهشو باید داشته باشم که آدم بیخیالی نشم دیگه. من آدم بیخیال و یلخی که حالا آزمون دارم، امتحان دارم، کنکور دارم. خب بله، این که هدف ما نیست. اصلا جاش تو کانون نیست. اون کسی که میگه استراب، بله استراب هست، واقعیت، باید دنبال راه کم کردنش باشی. منم بیام اینجا همینجوری بگم بله دانش آموزان گلم استراب نداشته باشید، خب چه فایده ای داره؟ باید راه حلش بدم. یه راه حلش اینه، شما اگه این آزمونه رو بدی استرابت باور کن 90% میریزه. چرا؟ برای اینکه شما فکر میکنی که هیچی بلد نیستی واسه آزمون جمعه. این آزمونه که میدی میگه خیلی رو بلدی، در حد خودت بلدی. هدف گذاریت این بوده 4 تا از 10 تا بزنی، 3 تاشو زدی، پس 75% راه رفتی. یه دونه رو نزدی، اونم پنجشنبه وقت داری یه کاریش بکنی، استراب شما به شدت کاهش پیدا میکنه. ازتون دعوت میکنم که حتما آزمون در واقع 26 آذر میشه آزمون معادله شرکت کنید. بریم اسلاید بعدی. آزمون اصلی توضیحات راجبش نمیدم، فقط و فقط یک مسئله رو من بهش اشاره میکنم. دو هفته یه بار برگزار میشه، همتون میدونید. یه نکته فقط من میگم، اگه از من بپرسن صفت آزمون کانون چیه، بعضی میگن آزمون های آزمایشی کانون. جنبه آزمایشی داره که شما ببینید جایگاهت کجاست، ولی من روش تمرکز ندارم. میگن آزمون ها بازیابی جنبه آموزشی داره، شما سر جلسه آزمون یاد میگیرید. درسته یا غلطه؟ درسته، ولی باز نکته اصلی نیست. آزمون ضمانت اجرای برنامه است، وگرنه برنامه راهبردی رو سایت کانون هست، رایگان هم هست، هر کی میخواد بره دانلود کنه. اما بهتون قول میدم یه هفته هم نمیتونید روش وایسید. زمانی برنامه راهبردی اجرا میشه با دقت که یک آزمونی وجود داشته باشه که ضمانت کنه و به شما کارنامه بده که شما بتونی بیاندیشی و فکر کنی که آقا چی کار کردم، چی درست بود، چی غلط بود. به اون اتفاقی در آزمون میفته و دلیل و فلسفه ثبت نام تک تک شما تو کانون همین. دلیل اصلیش اینه که ما آزمون میگیریم و آزمون ضمانت میکنه برنامه ما رو و ما کارنامه میدیم که شما با این کارنامه فکر میکنید و بهتر درس میخونید. اما همه اتفاقی که در کانون بین من و شما میفته همین. بریم بعدی. روی این اسلاید دوباره مثل دفترانزی بیشتر خواهیم ایستاد. کتاب خودآموزی. این کتابی هیچ توش نیست. کلن یه سری صفحه سفیده. به چه درد میخوره؟ یه راهنمای عملیاتی من الان به شما یاد خواهم داد که شما این کتاب رو پر کنید. این کتاب نویسندش خودتونید. به تیراژ یک نسخه تولید میشه. یه خواننده‌ام بیشتر نداره، یک استفاده کننده‌ام بیشتر نداره، یک مخاطبم بیشتر نداره. مخاطبش هم کیه؟ خودتونید. یه کتاب خودت می‌نویسی واسه خودت. خب چه کاریه؟ من اصلا هدف دارم پیگیری می‌کنم از نوشتن این کتاب. این کتاب کاری که می‌کنه تحلیل آزمونه. تحلیل آزمون یعنی چی؟ من مصاحبه داشتم با رتبه 5 ریاضی امسال، بهش گفتم که کتاب چی داشتی؟ و این کتابو داشتم، اون کتابو داشتم، اینا. بعد تعداد کتاباش نسبت به اون چیزی که معمولا بچهای درس خوندن خیلی کمتر بود. بهش گفتم که این همه کتابایی بود که داشتی؟ گفت آره. گفتم به نظرت که کم نیست؟ گفت من تست خیلی حل می‌کردم. گفتم چه تستی حل می‌کردی؟ گفت تستای آزمون. من یک دونه از تستای آزمون رو از دست ندادم، حتی یه دونه‌ش. چه آزمون حضوری، چه پارسال که اسمش دفترچه معادله بهش میگفتیم غیر حضوری، یک دونه‌شو از دست نداده بود. گفتم چی شد به این نکته رسیدی؟ گفت کانون یه دفترچه چاپ میکنه، یه سند کانون هر سال چاپ میکنه، امسال هم کرد، به اسم دفترچه یه مشابهت. یعنی چی؟ کنکور سراسری که برگزار شد روز
جمعه یا حالا پنجشنبه کنکور بر سراسری که برگزار میشه، سازمان سنجش ساعت 12 به طور رسمی سوالاتو منتشر میکنه. همون ساعت 12 همکارای من تو کانون میام میگه خب کنکور که برگزار شد سوالاش هم اینه، بیایم ببینیم از این سوالا چی توی آزمون‌های کانون اومده بود. عدد بهتون بدم شاید تعجب کنید، از هر 100 تا سوال حداقل 60 تا 70 تاش، یعنی 6 از 10 7 از 10 تو آزمون‌های کانون همون سال اومده. آزمون‌های سال قبلش ما که نمی‌دونیم کنکور چی میشه، ولی سوال‌ها عیناً مشابهش اومده. پیشگو داریم؟ نه. نکات درسی مهم مشخص، روندای تست دادن طرح‌ها مشخص، سلایق مشخص. شما نمیدونی چون بار اولت کنکور میدی، من میدونم چون بار 20م دارم کنکور میدم. فرق ما با هم اینه دیگه. برای همینم شما شهریه دادی اومدی پیش ما، به خاطر اینکه عملا شما در واقع نسبت به دانش آموزهای عادی که بیرون هستن و پیش دانش آموز پیش مشاور نمیان، شما یه قدم جلوتر هستی. این یه قدم جلوتری که شما هستی به خاطر اینه که اومدی پیش کسی که به شما عملا این آموزش رو بده. خیلی خوب. تحلیل آزمون پس یعنی استفاده 100% از آزمون. حالا چجوری این کارو باید انجام بدیم؟ آزمون 100 تا 150 تا 200 تا سوال داره. اگه قرار باشه شما بیای برخی سوالات و آزمون، سوالات آزمون و پاسخ‌هاش رو تو کتاب خودآموزیت بنویسی، نکته مهم اینه از اون 100 تا 200 سوال آزمون من کدومش رو انتخاب کنم. این انتخاب مهمترین نکته است، چون قرار نیست شما بیشتر از 20 25 تا سوال از هر آزمون رو بنویسی، اما کدوم ها. من 3 تا پیشنهاد واسهتون دارم. 1، اونایی که پاسخ ندادی ولی آسون بود دقت کن چی میگم. اونایی که پاسخ ندادی ولی آسون بود، آدم دلش میسوزه من اون سوال سخته رو جواب دادم، این آسونه رو من جواب ندادم، از دستم در رفت. حتما یه سری سوال سختم هست که شما جواب ندادی، ولش کن، اونا رو نمیخوام تو کتاب خودآموزیت بنویسی. نمیخوام کتاب خودآموزیتون پرحجم باشه. کتاب خودآموزی شما از هر آزمون 10% 20%، یعنی اگر دفترچه آزمون شما 200 سواله، حد اکثر 30 تا 40 تاش قراره این تو بیاد، نه بیشتر. نمیخوام کتاب خودآموزی شما قطور باشه که بعدا نتونی استفاده کنی. میخوام ذهن شما رو به کار بندازم که شما بهترین نکات رو بکشی بیرون. پس از اونی که دلمون میسوزه، پاسخ ندادم سفید گذاشتم اما آسون بود، پاسخ اشتباه دادم. چرا؟ با این نکته رو بلد بودم، این روز برام روشن بود این ازش آزمون میاد، من خونده بودم اینو فراموش کردم، یا ناقص یاد گرفته بودم، بی‌دقتی کردم، این فرمول رو درست تو ذهنم ننشست، آخرش این فرمول درست تو ذهنم ننشست، منجر به یک بی‌دقتی شد با اینکه موضوع رو بلد بودم. ببین حتما شما یه سری سوالا رو اشتباه جواب میدی، چون اصلا نباید جواب میدی، چون اصلا شما نخونده بودی، اصلا جواب دادنتون کار غلطی بود. من از شما نمیخوام اونا رو تو کتاب خودآموزی لطفا ننویس. اونجا اصلا شما اشتباه کردی، سر جلسه آزمون جواب دادی، تو اصلا مطلب رو نخونده بودی، یا به ذهنت گفتی چیزی شنیدم مثلا زدی، آخرش هم غلط از آب در اومده، ولش کن. یه سری سوال اصلا شما شانسی میزنید دیگه، درستم در میاد، اونا رو نمیخوام بنویسی چون اصلا سوال شما نبوده که. ولی یه سری اشتباهای شما سوالایی که شما بلد بودی فقط فراموش کرده بودی، اونا رو بیا بنویس. ناقص یاد گرفتی، اونا رو بیا بنویس. یا یه سری سوالا رو درست جواب دادی، ممکن میشه خود بگی عینکی که درست جواب دادم، اینا رو برای چی بردارم بنویسم؟ آخه یه سریاشو شک داشتی، شانس آوردی، بین دو تا گزینه موندی. ما که میگیم شانسی نزن، شما که حرف ما رو گوش نکردی، شما رفتی شانسی زدی، خوش به حالت، شانست هم گرفت، این سوال درست در اومد، ولی خودت که میدونی شانسی زدی. اونو بعد اینجا بنویس، میگه چی بود اون گزینه که شما رو داشت اذیت میکرد، بذار بیاد تو دستت. تحلیل آزمون که میکنی یادگیری تو کامل میکنی، وگرنه ناقص میمونه. و سوالایی که نکته های خیلی مهم داره، سوال هایی که نکته های اساسی داره و به شما کمک میکنه. نکته مهم بگم برم اسلاید بعدی. اصل داستان تو کتاب خودآموز اینه که بتونی انتخاب کنی.
از 200 سوال آزمون، 150 تا سوال آزمون که جلو شما میذارن، تو کتاب خودآموزی شرط اینه که شما بتونی یه 20% از اینا، 20 تا 25 تا 30 تا 35 تا از این سوالا رو انتخاب کنی. کلمه اصلی من این برخیه. برخی رو انتخاب کنی که مهمه. عیار فکری بچه ها تو این انتخاب معلوم میشه. یعنی من کتاب خودآموزی دانش آموز نگاه کنم، از روی انتخابش و استدلالهاش توصیه میکنم حتی استدلالاتونو بنویسید. بنویس که اینو واسه چی انتخاب کردی این سوالو. از رو استدلالات من میفهمم شما جای پیشرفت داری یا نداری. اونی که کورکورانه انتخاب میکنه، همون 5500 که با هم صحبت کردیم سقف همونجا میمونه. اونی که ذهن شفاف میدونه کدوم سوالا رو انتخاب کنه، این برخیه خیلی مهمه، کدوم برخی رو انتخاب کنه، این جای پیشرفت داره. حالا به چه درد میخوره؟ بریم اسلاید بعدی. اون کتابو نوشتیم، کلی هم وقت گذاشتیم، قرمز و آبی و هایلایت و همه کارام انجام دادیم که قرار استفاده کنیم. ببینید این کتاب دو تا ویژگی اصلی داره. اولا کم حجمه، گفتم از 200 تا تست میره رو 30 تا تست، مثل یه کمپرس کردن و زیپ کردن میمونه، یعنی نکات اساسی و کلیدی رو شما میکشی بیرون. خب موضوع خیلی مهم اینه که به قلم خودتونه. یعنی چی؟ آقا این کتاب بعدن قرار نیست چاپش کنیم و منتشرش کنیم، این کتاب قرار خودت بنویسی، خودت هم بخونی، هر جور که خودت میفهمی بنویس. چون به قلم خودت مینویسی، بعدن برای شما حکم نقش گنجا داره. یعنی شما با یه فلش ساده، با یه جدول ساده، با یه شکل ساده که کی میفهمه؟ فقط خودت میفهمه، قرار نیست کسی دیگه بفهمه. یهو میبینی کل یه فصل رو جمع‌بندی کردی، کار درستی یا غلطی؟ عالی. اصلا جاش توی کتاب خودآموزی که شما با یه جدول ساده، با یه شکل، با یه نمودار، به زبون خودت، به قلم خودت، که کی میفهمه؟ فقط خودت میفهمه. اما این بعدن به چه درد میخوره؟ ورنده رونویسی کنی ها، سوالو بنویسی، پاسخ هم بنویسی. اگه قرار به رونویسی بود، یه ماژیک می‌خریدیم 5000 تومان هایلایت می‌کردیم. اگه قرار بود به زبان من طراح باشه و پاسخ تشریحی باشه، هایلایت می‌کنید، زحمت هم نکشید. اینجا قراره به قلم خودت بنویسی، میخوام موضوع رو اونجوری که شیر فهمیشی بفهمی. بنابراین ما به قلم خودت بنویسی. حالا کجا به درد میخوره؟ میرسیم شب امتحان، میرسیم ایستگاه جبرانی، میرسیم دوران جمع‌بندی. همه اینا ویژگیشون چیه؟ وقت کم، مطالب زیاد. داشت آموزوی کنکوری که الان دارین تصویر منو میبینید، الان وسطای آذر. سه ماه دیگه اواسط اسفند دوران طلای نوروز شروع میشه. دانش آموز داشتم که خاطرشو اینجا میگم، بخندید، که زمانی که من رفتم تو اردو، دانش آموز از دست من، در واقع به خاطر ندیدن من، تو کمد قایم شده بوده، کمد کلاس. چرا؟ به خاطر اینکه موضوع این بود. از قبل من بهشون گفته بودم ببین یه دوران جمع‌بندی داریم که قرار شما کل پایه و کل نیم سال اول پیش دانشگاه رو تو 2 تا 5 روز، یعنی 10 روز بخونی. دارم راجع به چند تا کتاب، دارم راجع به 20 تا کتاب صحبت میکنم. الان رو نگاه نکن که آزمون بعدی پیشروی کلن 50 صفحه نمیشه. الان خب قاعده شو باید پیشروی کنیم، این مطالب جدیده. به دوران جمع‌بندی که برسیم اینجوری نیست. یهو شما باید برید 10 تا 15 تا کتاب رو امتحان بدی، هر کدوم 100 صفحه در نظر بگید. داریم راجع به 1500-600 صفحه کتاب درسی صحبت میکنیم. حالا مرد میخوام بیاد جلو. کی میتونه این کارو بکنه؟ کسی که یه منابعی قبلا واسه خودش فراهم کرده، منابع کم حجم و غنیه. یه سری منابع ویتامین است انگار. حجم نداره و خیلی غنیه. مثل چی؟ مثلا تستایی که همیشه شما میگی آقا کتاب تست میزنید، قاعده دارید بناس پشتیبانتون بپرسید، همینجوری تست بزنید بیاین که فایده نداره. تستا رو دونه دونه باید ضرب در بزنی، علامت بزنی، این خوبه، نشون دار کنی، نکته داشت فلان، از این داستانا. کسی که کتاب تستش نوه انگار بعدن میخواد رو به کتابخونه اهدا بکنه، به درد نمیخوره. کتاب تستتون باید خط خطی باشه، از اینکه اینا انتخاب کردن به این دلیل مهم، نکته داره و حالا بمانه. جای بحثش اینجا نیست. ولی اون انتخاب کردن، اون نشاندار کردن اون تستا بعدن اینجا به دردتون میخوره. اون وقت اون دانش آموزی که این کارو کرده، این کتاب خودآموزی رو اندوخته واسه خودش در طی این آزمون ها، تو این دوران که شد سرشو میگیره بالا، میگه من 100 صفحه بخونم، کل آزمون‌های قبل، اشکالاتم، نکات مهم فراموش کردم، شکدارا همه رو خوندم. اونی که این کارو نکرده، حالا برو دنبال سوزن تو انبار کاه بگرد. برو دونه دونه، حالا اینو زدم، اینو نزدم، این چجوری بود، اون چه. اینجا دیگه اولا شما کارتو جمع کردی و استفاده. من به شما بگم کتاب خودآموزی هزینه‌اش برای شما 0 0 0، چون کتاب خودآموزی هم از ما نخری، میری یه دونه دفتر
صد برگ برمی‌داری می‌ذاری شروع می‌کنی پر کردن، ولی زحمتش با شماست. من وظیفه‌ام تموم شد، البته پیگیری هم می‌کنم از طریق پشتیبانم، ولی وظیفه‌ام تموم شد، به شما اتمام حجت کردم که آقا از این شما تو این بازه‌ها می‌تونی استفاده کنی و باید این ویژگی رو و این ویژگی رو داشته باشه. روشش هم تو اسلاید قبلی گفتم چجوری انتخاب کنی. کار من تموم شد. حالا شما میخوای استفاده بکنی یا نمیخوای، شما تصمیم گیرنده ای. شما میتونی اون کسی باشی که تو سالن سینما چرت میزنه و لذتی از فیلم نمیبره، میتونی اون کسی باشی که فیلمو کامل و درست میبینه. و کی پیشرفت میکنه؟ اونی که استفاده کامل از خدمات کانون میکنه. پس من رو دو تا خدمات کانون، دفتر برنامه‌ریزی و کتاب خودآموز، وقت بیشتری گذاشتم که شما متوجه بشید، چون ما کم نداریم، مخصوصا تو این فصل. پدر مادرها میان میگن، مخصوصا اونایی که تابستون ثبت نام کردن، آقا اتفاقی نیفتاد، من بچه‌مو ثبت کردم، پیشرفت دیگه همون 5200 که بود هست، همون 4700 مونده، خیلی تغییری نمی‌کنه. بله، مثلا میمونه که شما بری آزمایشگاه یه آزمایش خون بدی به یکی، بگم شما متاسفانه قندت بالاست، و شما هر ماه یه بارم بری آزمایش بدی. آقا با آزمایش دادن که قند آدم پایین نمیاد که. شما بعد اون آزمایش یه رژیم غذایی بهتون میدن، میگن عزیز من اینو بخور اینو نخور. اگه رژیم رو رعایت کردی، انتظار داشته باش ماه بعد که رفتی آزمایش خون دادی قندت بیاد پایین. کانون هم همینه، اینایی که آزمونه که شما میدی حکم اون آزمایش است. البته با اون فرق میکنه، اینا خودش جنبه آموزشی داره، برنامه‌ای داره و خیلی، ولی یه مثال دارم میذارم، در مثال مناقشه نیست، از این جهت که خودی این کفایت نمیکنه، یه رژیم پشتش، این اون رژیم است. حالا من اینو اینجا مینویسم، امضا میکنم، اگر شما دفتر برنامه‌ریزی تو پر کردی، کتاب خودآموزت رو پر کردی، آزمون هدف گذاریت رو انجام دادی، آزمون معادلت رو انجام دادی، اگه پیشرفت نکردی بیا سراغ من. وگرنه اگر این کار رو انجام ندادی، فقط میخوای با آزمون دادن پیشرفت کنی، خوبه ها، تو هنوز از 95% بچه‌های کشور جلوتری. به راستی بخوای رقیب تو اونا نیستن، اون 95% دارن زندگی خودشون رو میکنن، رقیب شما اونایی که تو کانونه و اتفاقا این کار رو انجام میدن. آقا همین کار رو خواهد انجام بدیم، چقدر اینا واسه ما هزینه داره؟ هیچی، شما قبلا پولشو دادی، شما کانون ثبت نام که اینا رو بهت دادن، آموزشش هم الان دارن بهتون میدن، قبلا هم حتما پشتیبانو گفتن. دیگه به تلاش و همت و اراده خودتون بستگی داره که کار انجام میشه یا انجام نمیشه. بریم بعدی. دو تا اسلاید آخر رو سریع بهتون میگم. یکی بحث در واقع جعبه ابزار کارنامه است. همون که قول دادم یه قسمت واسه اولیا داره. خب کارنامه‌تون رو شما بعد از ظهر میگیرید و 6 تا کارنامه اصلی تو کانون داریم، اشتباهات، کارنامه اصلی، پنو دست و غیره. توضیحش خیلی سریع تیتروار بهتون میگم. نکته اول قبل از اینکه شروع کنم اینه. اگر کارنامه‌تون رو با کمک پشتیبان و پدر مادرتون اگر بررسی کردی، میتونی تصمیم بگیری برای هفته آینده. اگر نکردی این کارو، این هفتهت با هفته قبلت هیچ فرقی نداری. خاصیت کارنامه شما به شما دادن، کارنامه آزمون عالی شد، اصلا تراز 7500 عالی، خیلی خوشحال شم، جشن بگیرم، سور بدم؟ نه، این کارنامه رو به شما دادن که شما بری باهاش برنامه ریزی کنی. برعکس، ترازم 1000 تا افت کرد، منفی زدم، ناراحت بشم، قنبرک بگیرم، برم تو اتاق خودم رو حبس کنم؟ نه، نه با این کارنامه کسی رو دانشگاه را میدن، نه با این کارنامه کسی رو مدرسه تیسوشان را میدن، نه جلو کسی رو میگیرن. این کارنامه خاصیتش آزمایشه، برنامه است، آموزشه. این کسی رو باهاش جایی نه را میدن نه جلوشو میگیرن. به این درد میخوره که شما بری تصمیم بگیری واسه هفته آینده که چه درسی بخونی، چی نخونی، چی رو کمتر بخونی، چی رو بیشتر بخونی، چه کتابی رو بخونی، چه کتابی رو نخونی. به این درد میخوره. یه کارنامه اشتباهات بهتون میدن، سری میگن. اولین کارنامه که میاد به لحاظ زمانی اشتباهاته، چون نیازی در واقع به تراز گرفتن و جمع‌بندی نتایج کل کشور نداره. ما از رو کلید میفهمیم شما کدوم اشتباه دادی. به چه درد میخوره؟ کسایی که خوب به این بحث دقت کردن میتونن بگن به چه درد میخوره این؟ همون کتاب خودآموزتون یه بخشش اشتباهات بود. به جای اینکه بری دونه دونه دنبال اشتباهات بگردی، کارنامه اشتباهاتو دواز می‌کنی، بهت میگه آقا جان این سوالی که جواب دادی اشتباه بوده، و تازه به جز این نوشته که سوال سخته، سوال آسونه، کلی راهنمایی داره واسات. خب این از این. کارنامه اصلیتون خیلی جای بحث داره، برید با پشتیبانتون بشینید با هم بحث بکنید، به نقطه اشباع برسید. یعنی هیچ عددی، هیچ رقمی، هیچ نکته‌ای تو این کارنامه بر شما گنگ نباشه. حیفه شما هزینه‌اش رو کامل پرداخت کردید، حیف متوجه نشید که چند از ده انطباقی چیه. اینو من دارم میدم برای اینکه شما پیشرفت کنی، شما خودت بتونی با همترازای خودت مقایسه کنی. اگر نکردی این کارو مقصر خودت، اینو من چاپ میکنم، هر آزمون دارم به شما میدم.
و اگر شما استفاده نکنی این ضعف باید این جلسه هدفش اینه که قدرت اینو داشته باشیم از خدمات کانون 100% استفاده کنیم. کارنامه 5 درس به شما میگه روند پیشرفته چجوری. این کارنامه خیلی کارنامه اولیا پسندیه است، خیلی پدر مادر با این کارنامه ازش لذت میبرن، خیلی متوجه میشن چی، به خاطر اینکه خیلی ساده تو یه نگاه تو یه عکس روند پیشرفت درسی رو نشون میده که آقا پیشرفت درسی اینجوریه داره میره بالا یا خدای نکرده داره میاد پایین. در یه خط خیلی ساده داره اینو با تراز نشون میده، بگیرید تو صفحه شخصیتون هست. کارنامه مبحثی و کارنامه بازیابی سوال محورن، کارنامه‌های مهمه نیم سال دوم هم بیشتر که باز برید با پشتیبانتون گفتگو بکنید آقا وضعیت من تو هر مبحث. ببین داریم راجع به کیا حرف میزنیم. اون کسی که ازش میپرسی فیزیکت خوبه یا بده نمیگه خوبه بده فلان، این چی میگه؟ میگه فیزیکو بذار کنار بیا راجع به سینماتیک صحبت کنیم. ببین دقت ذهن یه لایه پایین‌تره، این راجع به فیزیک و کلیات صحبت نمیکنه، راجع به سینماتیک و دینامیک و اینا صحبت میکنه. وقتی راجع به عربی شما صحبت میکنه میگه ببین عربی نه، ترجمه، بیا راجع به ترجمه، من تو ترجمه ایرادام ایناست. این کارنامه به درد اونا میخوره، یعنی اونهایی که با دقت بیشتری کانونی هست. و کارنامه بازیابی سوال محور کارنامه بسیار فوق‌العاده جون میده واسه کسایی که میخوان مرور داشته باشن برای اینکه اومده سوالها رو تقسیم که یه جوری پرونده آموزشی براشون. اسلاید عوض کنین که من صحبت‌هام رو جمع‌بندی بکنم. کاری که انجام دادیم یک مروری بود بر چرخه کامل آموزش. کلمه مهم چی بود؟ اول چرخه بود، دیدیم برگشت سر جاش، یعنی یه لحظه بریم اسلاید بالا بگم چجوری برگشت سر جاش. اینجا برگشت سر جاش، یعنی ما کارنامه را که گرفتیم رفتیم دوباره برنامه ریزی کردیم با کمک برنامه راهبردی. برنامه ریزی که مثلا 2 هفته بعد چرخه است، شما میدی برنامه راهبردی، بعد دفتر آموزی، آزمون هدف گذاری، آزمون معادل، آزمون اصلی تو میدی، کتاب خودآموزی تو پر میکنی و و آخرش میرسی به بررسی کارنامه و این بررسی کارنامه دوباره تو رو میندازه تو چرخه برنامه‌ریزی برای هفته بعدش. پس چرخه است و کلمه‌ای که روش تاکید داشتم کامل بود. من کل سناریو رو به شما نشون دادم، حالا شما چقدرش رو استفاده میکنی؟ میدونی یا نمیدونی؟ من میگم نمیدونی. من میگم الان شما نمیدونی از این چرخه چقدرشو استفاده میکنی. آقا قراره بهتر بشیم یا نه؟ آره دیگه، یک ساعتی که تو این جلسه، 1 ساعت و 5 دقیقه که تو این جلسه هستیم، هدف این بوده که شما دانش آموزان کانونی تری باشی، یعنی بتونی از خدمات بهتر استفاده کنی. لازمش اینه که بدونی الان وضعیت چیه، چون هر تغییری از شناخت وضعیت موجود شروع میشه. وضعیت موجود چیه؟ وضعیت موجود چجوری ارزیابی میکنیم؟ میریم یه خود ارزیابی عیار کانونی داریم، یه پرسشنامه خودشناسی واسه شما طراحی کردیم، اسمش خودشناسی گذاشتیم، فکر نکنید رفتیم از این مجله‌های روانشناسی برای شما آوردیم، نه، همین موضوعای دفتر برنامه‌ریزی و کتاب خودآموزی و برنامه راهبردی همیناست، همین موضوعات این جلسه است. یه بازیابی رو این جلسه هم براتون هست، لینکش رو در واقع واسه شما میفرستم پشتیبانتون از طریق پشتیبانه یه فرم الکترونیکی، خیلی راحت روش کلیک میکنی، میری یه پرسشنامه هست، پرسشنامه رو پر میکنی، اونجا گزینه ها سوال ها همه 4 گزینه‌ایه، اون زیرش هم این باکسی گذاشتیم که هر سوالی داشتید میپرسید، مثل سری قبل سوال ها رو جواب دادیم، این سری هم تک تک سوال شما عزیزان رو جواب خواهیم داد. بخشش خود من پشتیبان ها میبینن این سوال رو، هر سوالی داشتید راجع به عرایض من یا هر سوال دیگه ای راجع به کانون داشتید اونجا بپرسید، با جون و دل سوال های شما رو جواب خواهیم داد. برید اون پرسشنامه رو پر کنید، ببینید عیار کانونیتون رو بسنجید، ببینید چقدره از طریق اون لینکه، بعد شروع کنید. اونجا ما بهتون خروجی میدیم، به شما هم نمیدیم، خروجی رو به کی میدیم؟ به پشتیبان میدیم. چرا؟ دنبال این گفتگوه. این پرسشنامه اگر شما پر کنی و لاشو ببندی بذاری که اتفاقی نمیفته، پرسشنامه رو که پر میکنی پشتیبان شناختش از شما کاملتر و دقیقتر میشه، اون وقت پشتیبان میتونه به شما مشاوره خیلی بهتری بده در گفتگویی که میکنه با شما، در گفتگویی که با شما، حالا چه تلفنی چه تصویری میکنه، رو چی گفتگو میکنه. عزیزانی که حاضر در این جلسن، اگر این لینک رو پر نکردید پشتیبان همون حرفای سابق رو به شما خواهد زد. باز یکی از ایرادایی که پدر مادر رو میگیرم، میگه آقا پشتیبان حرفا تکراری شده، حرفا تکراری شده چون شناخت دیگه ای نداره، کلیات رو گفته، تعاریف و توصیه ها رو کرده، خوبه، خیلی خوبه، لازمه، ولی کافی نیست. اگر قراره رو دانش آموز شما زوم کنه که باید بکنه، لازمش اینه که یه پرسشنامه پر بشه، ما ببینیم وضعیت چیه، آقا پسر یا دختر خانم الان تو کدوم یک از این عیار کانونی وضعیت خوبی داره یا وضعیت خوبی نداره، که کمکش کنیم که بهتر بشه. پس این به شما کمک میکنه، خوراک گفتگو و موضوع حرف زدن میده بین شما و پشتیبانتون،
برای حداقل یه ماه آینده شما کلی حرف واسه زدن دارید، کلی موضوعات اونجا هست که شما میپرسید دونه دونه از پشت میپرسید. اینو من نفهمیدم آقای فخر کتاب خودآموزی اون یکی که تون گفت من متوجه نشدم واسه من توضیح بده. چجوری میفهمی وقتی اینو پر میکنی شما متوجه میشی من کتاب خودآموزی رو این نسخه درست نفهمیدم یا هر بخش دیگه، و در نهایت میتونی برنامه‌ریزی کنی واسه اینکه بهتر بشه عیار کانونی شما. عرضم رو جمع‌بندی کنم، هدف جلسه این بود و من راضیم، امیدوارم شما هم از این جلسه راضی باشی، که به شما بگم وقتی اومدید کانون مثل هر جای دیگه که شما میرید یک خدماتی بگیرید با کالا فرق میکنه. کسی که کالایی میخره، این لپتاپ و این تلویزیون رو میخره میبره خونهشون، دیگه این یه سری کارا میتونه بکنه، روشنش میکنی، فیلم رو پخش میکنه، شما قرار نیست خیلی کاری انجام بدی، این دیگه خودش کارشو بلده. یه گوشی که شما میخرید روشن میکنه کارشو میکنه دیگه. ولی خدمات فرق میکنه، آموزش فرق میکنه، بهداشت همون مثالی که زدم راجع به اون آزمایشه فرق میکنه. اصل داستان شمایی. با ثبت نام شرط لازمه ثبت نام نمیکردی که اصلا این حرفا نبود، جزء اون 95% بودی. ولی الان که جزء اون 5% نخبه تر و برتری اومدی تو کانون، راستشو بخوای بخش عمده ایش خود شمایی و مسئولیت خود شماست که چقدر از این استفاده کنی. من آمادم و همکارام تک تک مجموعه کانون از بالا که آقای قلمچی نشسته که داره این فکرها و برنامه‌ها رو می‌ریزه، آزمون‌ها رو بر طراحی می‌کنه، تا همکارای من اونجا تو گروه آزمون دونه دونه این سوالات، همکارای من تو گروه کتاب کتاب بیاد برسه دست شما، تا ما اینجا تو کرج خود بنده و پشتیبان و غیره و خلاصه ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه در کاریم که کارمون رو درست انجام بدیم که شما استفاده بهینه رو ببرید. با امیدوارم تو کارمون موفق باشیم و سالهای قبل نشون داده که ما تا حدودی کارمون رو بلدیم، نمیگم عالی 100%، ولی کارمون رو بلدیم. این رتبه ها و نتایجی که به دست میاد همینه. اما اون سمت شمایی هستید که خودتون تصمیم گیرندی، حالا انتخاب با شماست. بعد این جلسه امیدوارم عیار کانونیتون افزایش پیدا کنه، امیدوارم به برنامه راهبردی بیشتر بچسبید، دفتر برنامه‌ریزیتون رو بهتر پر کنید، امیدوارم کتاب خودآموزی رو کامل پر کنید، آزمون هدف گذاری بدید، آزمون مشابه بدید. حیف اینا هر کدوم با یه هدف برای شما طراحی شده. کارنامه هاتون رو بشینید ببینید و خیلی حرفای دیگه که اینجا زدیم که اگر اینا رو شرکت بکنید، این آزمون ها رو، این کتاب ها رو پر کنید، این دفترها رو پر کنید، تضمین کردید پیشرفت خودتون رو لحظه به لحظه در کانون، و ما هم تمام تلاشمون رو میکنیم که در خدمت شما عزیزان باشید. تشکر میکنم از اینکه عرایض من رو توجه کردید، به ویژه پدر مادرهای گرامی، و خوشحالم که از طریق این فضای مجازی در خدمت شما بودم. امیدوارم که در جلسات بعدی و انشالله سالهای آینده به صورت حضوری باز هم شما رو از نزدیک زیارت بکنیم و هر آنچه که در چنت داریم برای شما عزیزان رو بکنیم و شما نهایت استفاده را ازشون ببرید. شب خوش.